سلام و درود فراوان بر تمام همیانان عزیزم و برای همشون دونه دونه آرزوی خوشبختی میکنم. آنچه در این برنامه خواهید دید: به عنوان یک فرد آزاد توی انتخاب 100% توی انتخابات شرکت نخواهم کرد. به خیرتمون برخورد و ناراحت ابی شدیم، میدونن که کمرشون شکسته. من فکر میکنم در بدترین دقایق این شام مرگزای و در رفاهی توسط ملت پشت هیچ مرزی نمونه. تأسفه که بعضیا با خیانتکاری، با دودوزبازی از در این شده چشم روشنه. پیروز جمعه که خواهد بود؟ مردم یا منصوبان خامنه‌ای و شورای نگهبان؟ آرزو میکنم روزی مملکت من نجات پیدا کنه و ملت من در آرامش بتونه لذت از زندگی ببره. آرزو میکنم که هیچ انسانی پشت هیچ مرزی نمونه و آرزوها و رویاهاش از بین نره. این روزا خبرهای گوناگونی که همتون در اطلاعاتین بابت رأی و دم و تشکیلات، چه تقلباتی خواهد میکنن، چه حسی نیست، میدونن که کمرشون شکسته و دیگه جایی در میان ملت نجیب ایران ندارن و نسل شیک پازارگاد این دولت خونخوار جمهوری خواه و دزد سرگردانه رو به لرزه در آورده. آخرین تلاش های او برای پر کردن صندلی های سیرک، سرنوشت دو انتخابات با نتیجه مهندسی شده، انتخابات مجلس سالخوردگان برای تعیین جانشین از قبل انتخاب شده خامنه ای و انتخابات مجلس، پیروز جمعه که خواهد بود؟ مردم یا منصوبان خامنه ای و شورای نگهبان؟ آیا شما امسال رأی میدید یا نه؟ ما حق رأی نداریم، داشتین هم نمیدادیم. من نمیدم، شما هم ندید. نه. چرا؟ با رأی ما چیزی درست نمیشه، فکر میکنم زیاد تأثیری نداشته. به عنوان یک فرد آزاد توی انتخاب 100% توی انتخابات شرکت نخواهم کرد. یک سخنرانی خارج از تقویم معمول دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی با نام دیدار با خانواده شهدا و رأی اولیها، آخرین تلاش‌های خامنه‌ای برای کشاندن مردم به انتخابات، نشانه ای از نگرانی او از رویگردانی مردم از صندوق انتخابات. وقتی از سربازان ولایت خواست فعلا رأی بدهند، سربازی بماند برای بعد. هم خودشون صبر کنید، حالا فعلا سربازی رو بذارید کنار، حالا شما جوانها هستید، خیلیتون رأی اولی هستید، خود جوانها هم شرکت کنن، هم دیگران رو تشویق به شرکت کنن. در حالی که روزنامه کیهان وابسته به علی خامنه ای با ارجاع به یک نظرسنجی مدعی شده که 41% مردم در انتخابات شرکت میکنن، رقمی که با واقعیت جاری در جامعه ایران نسبتی ندارد و صرفاً تلاشی است برای توجیه دستکاری احتمالی آمار مشارکت در روز شنبه. هر کی رأی بده به کشورش خیانت کرده. هر کی رأی بده به کشورش خیانت کرده. اینجاست ملت نجیب ایران با چه خصوصیاتی، با چه مشکلاتی دارن مقاومت میکنن و برای بقای زندگی خودشون و مملکت خودشون می جنگن. براو اینو میگن عشق به وطن، عشق به اصالت، عشق به سلسله های مانند کوروش و خاندان پهلوی ایران. و واقعا جای تأسفه که بعضیا با خیانتکاری، با دودوزبازی سعی میکنن خودشونو بیارن جلو و حرفایی که ناشایسته ملت است بزنم. به قدر این روزا در گرفتاری کاری خودم هستم که حد ندارم و با این زمان کوتاهی که باید اخبارا رو گوش کنیم، قرآن رو گوش کنیم، هم مملکت صحبت کنیم کمه. من امروز خانم غزاله از آلمان دوسلدورف برای من ویدیوی فرستاد، دوست دختر شهرام کاشانی، که دیدم ویدیوی که اومده ابی عزیزم رو زمین خوابیده در میخونه. به خیرتمون برخورد و ناراحت ابی شدیم. چطور ابی به خودش و حیثیت خودش
اجازه میده که رو صحنه بخوابه و بخونه و به سختی بلند شه. جای تاسفه، من نمیدونم چی بگم. ابی جان تو سمبل هنری، یک ملت دوست داره، عاشقته و این حرکت ها نباید تو رو کوچیک کنه و اینا قشنگ نیست. تو شخصیت خانوادگی داری، صاحب چند فرزند هستی، حداقل به خودت بیا، به خودت ببال، بگو من یه ایرونی هم، چرا باید تو زمین بخوابم بخونم؟ معنی چیه؟ معنی این حرکت چیه؟ که واقعا وقتی دیدم قلبم تپ تپ افتاد. خواستم در این برنامه راجع به ابی عزیزم این صحبت رو بکنم. ابی جان تو عزیز ملتی و در رفاهی توسط ملت، بس را احتیاج نیست چنین حرکت که تو رو کوچیک کنه انجام بدی. به قوله یک ملت یعنی یک دنیا فارسی لنگویج که بالای 300 میلیونن به تو احترام میذارن و صدای تو رو صدای جاویدان میدونن. حیف. یادم یا در اون زمان میشستیم با ابی و شهرام می میزدیم بعد برنامه. شهرام رو از روی صحنه تا این ور صحنه باهاش صحبت میکردیم و صفا میکردیم و الان به عنوان یه سوپر استار ایران لقب گرفتی. سعی کن از اون صحنه که بزرگ شدی و عشق میکردی و جون گرفتی بهش احترام بذار و به افرادی که با تو زندگی ها داشتن. خودتو بیش از این رنج نده. من میدونم درون تو مرد چقدر احساسه و الان احساسات خودتو چنین نمایی رو نشون میدی. اشتباس تو با وجود با قدرت و صحنه وقتی بخونی موی تمام ملت فارسی لنگویج سیخ میشه. تو فردی هستی که خلیج فارس خوندی و خلیج همیشه فارس میگی. من نگاهم از تم به کوچک و بزرگ و ابو موسی نور میگیرم. من عشقم را در کوه گواد، در سرخس و خرمشهر به زبان مادری فریاد خواهم زد. اینجاست ابی عزیزم، انشالله که تو همیشه سلامت باشی، ماها بتونیم از وجودت و صدات و موزیکت لذت ببریم و به تو افتخار بکنیم. یا تبی من و تو شهرام نشسته بودیم، یه دقیقه بودیم محمود امشب چرا اینقدر شلوغه؟ گفتم به خاطر اینکه امروز پوسترات رو رفته بالا. اولین پوستری بود که ابی و شهرام توسط سعید نوشیفر که عکس گرفته بود به چه بزرگی
تو تمام تهران خورده شده بود، سردر میامه هم خورده شده بود، تابلوهای کنار خیابون پهلوی اونم خورده شده بود. یادت که نمیره که همون ابی عزیز مایی. و همینطور که الان دارم میبینم شهرامون شپره قشنگ داره با حسیت با مرام در صحنه های دور دنیا و آخرین لحظه های زندگیش ودا میکنه، با چه ابهتی داره انجام میده توسط امیر قاسمی. من واقعا از شهرام شپره واقعا تشکر میکردم که با هم چنین قدرتی با چنین نفوذی چنین خداحافظی قشنگی رو داره میکنه. دمتون گرد ای آقای امیر قاسمی، شهرام شپره. دلم میخواد برای ابی هم همین کار رو بکنیم که چنین با شکوهی با چنین عظمتی خداحافظی کنه. چقدر قشنگ میشه. اینا سمبل هنری مملکت من و جوانای هنرمند ما هستن، باید حفظشون کرد، نگرشون داشت. احساس میکنم هرگز نبوده قلب من این گونه گرم و سرخ. من فکر میکنم در بدترین دقایق این شام مرگزای چندین هزار چشمه خورشید ناگهان میجوشد از یعنی We see each other in Iran next year. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. باری اینجاست که روزی هم MGL کمپانی خودم بتونه حداقل از اینا استفاده کنه در برنامه هاشون و در برنامه هایی که MGL داره به عنوان سوپر استار ازشون دعوت بشه و دیگه احتیاج به درآمد های دیگه نشته بشه. میریم به عشق زندگی، به عشق موزیک، به عشق مرام و مرگ بر خائنین و مرگ بر دزدان ایران و مرگ بر انسانهای کثافت که دنیا رو فقط برای خودشون میخوان. من راجع به ایران همه تو خودتون اطلاع داریم، دیگه گفتنی ندارم. و اون اخبارهای کوتاهی هم که در دست آمورش رو بهتون پخش میکنم. زنده باد شاهنشاه پهلویمون، عزیز دلمون، قلب یکایک مملکتمون. و ازش میخوام در هر صورت در هر شرایطی که هست قدماشو سریع‌تر برداره و ملت رو نجات بده. و بانوی آسمین هم همینطور میخوام که هرچه زودتر ایران به آزادی برسه و سرزمینش یک دست به پا باشه. با امید خدا اگر ملت ما را دوست داره باید چنین سرنوشتی رو به ملت ما و خاک ما بده. فدای همتون. باید.